درود و سلام دوستان نهایت عزیز، امیدوارم که صحتمند باشید. خیلی از دوستان سوال نموده بودند که چگونه میتون نتیجه لاتری گرین کارت آمریکایی خود رو چک کنیم، و همچنین یک سوال دیگه داشتن که در این قسمت گفتند اگر کانفرمیشن نمبر را فراموش کرده باشیم چگونه میتونیم که دوباره هم کانفرمیشن نمبر را به دست بیاریم. تا آخر ویدیو رو با من باشید و این سوال شما پاسخ خواهیم داد. در قدم نخست ما میخوایم که نتیجه گرین کارت یک از دوستای قبلا بر از ما مشخصات خود ارسال کرده، ما اون رو میخوایم ببینیم و بعد از او به سوال بعدی شما میپردازیم. آدرس سایت نتیجه گرین کارت آمریکا در این قسمت هست و همچنین در دیسکریپشن ویدیو ما برای شما و شما شریک میکنم. در این قسمت نیست dvprogram.state.gov شما زمانی که نمی آدرس وارد کنیم برای شما این صفحه ظاهر میشه. زمانی که صفحه ظاهر شد روی کانتینیو کلیک میکنیم. روی کانتینیو کلید به صفحه جدید شما هدایت داده می شوید و در این قسمت در شما کانفرمیشن نمبر خواسته، تخلص، نام فامیلی و همچنین سال تولد و بخش کد امنیتی. من کانفرمیشن نمبر قبلا نوشته کردم، میرم یک کافی میگیرم، در این قسمت وارد میکنم من و تخلص قبلا دوست ما برای ما روان کرد، من اینجا وارد میکنم. سال تولدش فقط مورد لازم نیست. در این قسمت اما کد امنیتی رو ما وارد میکنیم. زمان که وارد کردیم کلیک میکنیم. بله، نتیجه مولا شد. متاسفانه دوست ما کسی برنده نشده ده. در این قسمت هم نوشته است که دی انتری هاز نات بین سلکتد، یعنی در این دور شما انتخاب نشدیم. خب یک بسیار ساده بود که نشون میده نتیجه گرین کارت خود رو به می صورت شما پیشاخت شما به می صورت میتونید چک کنین. بسیار ساده است. ما با سوال بعدی شما میپردازیم، اگر کدام کس کانفرمیشن نمبر خود فراموش کرده باشه چگونه میتونه بازیابی کنه. ما دوباره برگشت میشم در قسمت روی کانتینیو کلیک میکنم. باز شد. در این زمان که اینجا باز شد ما دیدم که مثلا ما کانفرمیشن نمبر رو فراموش کردم روی فورگت کانفرمیشن نمبر. در این قسمت تخلص نوشته میکنیم، ما تخلص خود نوشته کردم، ما فرست نیم، میدل نیم. اگر شما قبلا میدل نیم اگر نوشته خانپوری کردین یاد شما بود می نویسین، در غیر صورت میتونین یک گزینه چک مارکن که نو میدل نیم. ما قبلا در ثبت نام وارد کرده بودم و در این قسمت هم امو سال تولد و همچنین در قسمت هم میل آدرس. زمانی که میل آدرس وارد کردین در پایین هم برای شما یک کد امنیتی است. کد امنیتی رو وارد میکنید، روی سابمیت کلیک میکنید. روی سابمیت کلیک کردیم، در این قسمت شما میبینید که کد اما کانفرمیشن نمبر برای ما ظاهر شد. برای ما اوتومات برای ما کانفرمیشن نمبر داد. زمانی که کانفرمیشن نمبر برای ما داد، شما میتونید مثلا تخلص ما رو در این قسمت، سال تولد ما رو مثلا، همچنین کد امنیتی هم داره. مثلا کد امنیتی رو ما وارد کنیم در قسمت XEHDDHJU. اگر اشتباه نکرده باشیم، اگر اشتباه کرده باشیم دوباره برای ما کد امنیتی ظاهر میشه. اشتباه نکردیم یعنی در قسمت برای ما مثلا ما نتیجه ما معلوم شد که ما همچنین برنده نشدیم. متاسفانه دوباره این بود آموزشی که شما چگونه که از زمان کانفرمیشن نمبر خود رو فراموش کرده باشین دوباره با دست بیارین و نتیجه خود ببینین و همچنین نتیجه گرین کارت که مثلا در قسمت اول برای شما گفتم بسیار ساده بود. امیدوار هستم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه. تشکر از اینکه ویدیو رو تا آخر دنبال کردید.